به نام خدا، محمد رضا میر ابراهیمی هستم، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده برنامه طلوعی نو. طلوعی نو به نام خالق هنر. فصل اول برنامه استعدادیابی طلوعی نو را آغاز می‌کنیم با اهدافی بزرگ در راستای سوق دادن کودکان، نوجوانان و جوانان به سمت و سوی هنر، ورزش و تحصیل. همه عزیزان از سراسر دنیا می توانند در این برنامه بزرگ در رشته های هنری، ورزشی، تحصیلی و استعدادهای خاص شرکت کرده و توانایی های خود را به معرض نمایش بگذارند. کارشناسان و محققان ما شما را تا رسیدن به قله موفقیت و افتخار همراهی خواهند کرد. پس از گذشت چند برنامه، راه یافتگان به مرحله بعد معرفی خواهند شد. هیچ یک از شرکت کنندگان حذف نخواهند شد. گروه اول به طور مستقیم به مرحله بعد راه می‌یابند و گروه دوم شانس دوباره خواهند داشت برای تقویت استعداد خود و در نهایت در هر رشته یک دختر شایسته و یک پسر شایسته انتخاب خواهد شد و بقیه شرکت کنندگان می توانند در برنامه سال آینده طلوعی نو مجدداً شانس خود را امتحان کنند. استعدادیابان، کمپانی‌های هنری و ورزشی و سرمایه‌گذاران از سراسر دنیا توانایی‌های شما را ارزیابی کرده و از شما دعوت به همکاری خواهند کرد و کمپانی آدی جناب هم از وجود شما در پروژه‌های خود بهره خواهد برد. بینندگان عزیز می توانند از طریق واتساپ و پیج اینستاگرام به شرکت کنندگان مورد علاقه خود رأی داده و داوران ما را یاری کنند. برای رأی و همچنین شرکت در ادامه این برنامه با شماره مثبت 1-818-458-2001 و اینستاگرام آلی جناب آندرلاین لاکچری در تماس باشید. این برنامه کاملا اجتماعی است و از پخش هر مبحث سیاسی و مذهبی معذوریم. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تک تک شما عزیزان. خیلی از دوستان از من پرسیدن که هدفت از انجام این کار و ساخت این برنامه چیه؟ به نظرم همه ما آدمای رسالتی داریم که باید به نفع احسن اونا انجام بدیم و رسالت من الان اینه و من برگزیده شدم، خدا رو شکر انتخاب شدم که یک همچین برنامه رو بسازم و تنها هدفم اینه که خدمت بکنم و ایشالله بتونم توی این راه سربلند باشم و بتونم خدمت بزرگی رو به همه عزیزان بکنم. قصد ما این است که به هرچه خود در دوران کودکی و نوجوانی ما نرسیدیم و به هر دلیلی سرکوب شدیم، شما برسید و انجامش دهید. از صمیم قلب برایتان آرزوی بهترین ها را داریم. آغاز می کنیم انقلاب بزرگ فکری و فرهنگی طلوعی نو را با حضور شرکت کنندگان از سراسر دنیا. یا حق به امید تو. من نرگس هستم با نام هنری نورا، توی زمینه دنس عربی تصویر بهتون شرکت هم. من لیسانس مترجم زبان انگلیسی هستم، دانشگاه ایران درس خوندم، مربی کاراته هستم، قهرمانی کاراته دارم و یه مقدار گیتار میزنم، یه مقدار ارگ میزنم، فیتنس کار میکنم و آرتگری هم کار میکنم. من دوست دارم به اون جایگاهی که اسم میکنم لیاقتش رو دارم، ولی شاید به دلیل اینکه استعدادهای زیادی رو هنوز تو خودم نتونستم کشف کنم برسم و هدف اصلی اونی که استعداد اصلیمو کشف کنم، چون توی چند زمینه فعالیت کردم نتونستم متوجه بشم تو کدوم قسمت دقیقا قوی هستم. برای رسیدن به هر خواسته‌ای که آدم میخواد داشته باشه یه سری سختی‌ها میتونه بکشه. مثلا توی زمین رقص برای من این بوده که خانوادم اجازه نمیدادم توی زمین دنس فعالیت داشته باشم. من از بچه دنس رو خیلی دوست داشتم، میرقصیدم، ولی توی جمع یا توی مثلا حالا به صورت حرفه‌ای‌تر این کار رو نمی‌کردم به خاطر محدودیت‌های خانواده و
ولی خب سن که یکم بالاتر میره آدم که متوجه استعدادش میشه تلاش میکنه که نظرات دیگران براش مهم نباشه و هدف خاص خودش رو دنبال کنه. این به نظر من سخت بالاترین سختی تو زمینه درس برای من بود. من دلیل شخصی خودم رو داشتم برای مهاجرت، چون از اول هدفم مهاجرت نبود، به نیت دیگه ای اومدم، ولی خب موندگار شدم اینجا. به هر حال اول که اومدم این بودش که نمیتونستم ترکی صحبت کنم، برام سخت بود، اصلا بلد نبودم، هیچ دوست و آشنایی نداشتم. این خودش باعث میشد که من یه مقدار گوشه‌گیر بشم و یه مدت هم یه افسردگی کوتاهی پیدا کردم، به خاطر که من کلاً آدم شلوغی هستم و وقتی اومدم شرایط اینو نداشتم، دوستی داشته باشتم، یه مقدار گوشه‌گیر شدم. خب اینا برای من سخت بود. بعدش هم خب کار پیدا کردن، اعتماد کردن به آدم ها، یه سری مسائل اینا که به عنوان یه دختر که میاد توی کشور غریب تا اینا براش تا بیفته، به هر حال یه سری ضربه ها ممکنه ببینه تا خودش رو بتونه پیدا کنه. یکی از اونها این بودش که من وقتی که اومدم مجبور شدم یه دوست انتخاب کنم، به خاطر اینکه تنها نباشم. خب من به اون اعتماد کردم، بعد قول داد که با هم کار کنیم، شرکت بزنیم. من یه سری یه مقدار پول بهش دادم و پول من رو دیگه پس نداد. از این نظر من دوباره مجبور شدم از صفر زندگی رو شروع کنم، یعنی در اصل این بود که کلاه برداشتم. مثلا خواهر من خیلی مشوق من بود، حالا چه برای کاراتم یا اینکه حتی برای دنسم.
خیلی مسابقم بود، ولی خب بقیه خانواده خیلی استعدادای منو ندیدن به اون شکل. اما خب در زمینه تحصیل مثلا آره مامانم همیشه دوست داشتش که من تحصیل دانشگاهی داشته باشم، ولی تو مسائلی که مربوط به ورزش و هنر بود میگفت که پول توش نیست نباید کار. راستش من اولین بار توی این مسابقه شرکت میکنم، کلا مسابقه اینجوری اولین بار شرکت میکنم و به این دلیل یعنی خودم در جایگاهی نمیدونم که نظر بدم و فکر میکنم که تهیه کننده این برنامه میتونه خیلی آدم قوی باشه توی این کار و میتونه استعداد رو به خوبی تشخیص کنه و پلی باشه برای سود حال آدم هایی مثل من که دلشون میخواد به اون جایگاه اصلیشون برسن. Dum te kaka te katek te katek te katek te katek trrr back. Tek te katek te kaka te katek. Dum te kadum dum te kadum back. Te katek du kadum te katek du kadum. سوزان سرباز هستم، فارغ التحصیل رشته زبان از دانشکده زبان و کار گویندگی رول فیلم ها رو از سال 2014 استارت زدم. از همون ابتدایی که کار دوبله فیلم سینمایی رو شروع کردم با نقش یک بود، کلاس دوبله هم نرفتم، یعنی اینجوری احساس کردم که میتونم بدون اینکه کلاسی برم استارت بزنم. با فیلم سینمایی پیتز دراگون نقش مادر پیت رو اجرا کردم و بعد همینجور ادامه پیدا کرد. بعد نقشای رول اول بیشتری رو به من پیشنهاد دادن. وقتی گذشت یه مقداری از این فیلم های سینمایی که اجرا کردم، یک دونه یه ترم مقدماتی کلاس دوبله رو پشت سر گذاشتم و بعد فیلم های بیشتر و بیشتر رو به من دادن. روسی، هالیوود، بالیوود، انیمیشن، هندی، پاکستانی، نمیدونم همه چی. منو نگاه کن، به من نگاه کن. لطفا نذار این کار رو انجام بدم. برای این لحظه خیلی زحمت کشیدی.
بعید میتونم بتونم انجامش بدم. معلومه که میتونی. ببینید، من به شدت عاشق هنرم، به ویژه هنر دوبله، ولی در مجموع هنر چیزی که با من عجین هست همیشه و قصد دارم از طریق هنر و به ویژه هنر دوبله و صدا و تصویر، در واقع و از نعمتی رو که خود من به من هدیه کرده، صدای کل مردم دنیا رو به صورت اینترنشنال به گوش دنیا برسونم. ضعف‌هایی که در جوامع دنیا وجود داره و در کشور خودمون ایران وجود داره. میکائیل من گفت کسانی که رفتن به دریا برای همیشه تغییر کردن. گفت برای همینه که با بقیه‌مون فرق دارن، به هم دیگه متصل شدن توسط دریا. برای همینه که دریا نوردها رو نجات میدن، حتی اگه با هم دشمن بشن. نمیدونم توی جنگ هستیم یا نه. گاهی فکر میکنم که هیچ کس این سختی ها رو در حد من ندیده. چرا؟ هر کسی رو با خودم مقایسه میکنم. نه، من برای ساده ترین حتی مسائلم با بحبوه ترین لحظات مواجه شدم. یعنی تا جایی که حتی این بند استخونای من پودر شده و تبدیل به خاکستر شده. من به خاطر علاقه ویژه‌ای که به دوبله داشتم و بهترین دوبله رو در صنعت دوبله در جهان ایران داره، بهترین صداهای دوبله رو داره، به همین خاطر ایران موندم. و اما اتفاقاتی افتاد که احساس کردم قدر و منزلت تو رو وقتی تعداد صداهای فیک زیاد میشه دیگه نمیدونن. تصمیم گرفتم که ایران رو ترک بکنم. مهاجرت خیلی خوبه، حتی اگر سختی های زیادی داشته باشه، دوباره اگر دنده‌هات هم نرم بشه، بشکنه، پور بشه یا حتی بمیری، به نظرم بهتر از زندگی کردن در کشوری هست که برای ساده ترین نیازهای خودت تابع قوانینی هستی که جامعیتی در سراسر دنیا نداره، مختص ایرانه، و تو برای کوچکترین human right باید بجنگی. نمیدونم چرا. مهاجرت خیلی خوبه. من فکر میکنم زنها خودشون در دستیابی به حقوقشون و دست نیابی به حقوقشون متهمن. یعنی خودشون دخیلن در اینکه یک سری آزادی هایی رو ندارن. آزادی بی قید و شرط اصلا درخواست ما نیست قطعا. یه آزادی که بتونیم در اون به راحتی بدون نیاز به دیگران زندگی بکنیم. فقط امتحانش کردم، کل نیرومو استفاده نکردم. اما چی؟ اما این مرد هم از تمام نیروش استفاده نکرد. برای همینم خیلی مطمئن نیستم قدرتش چه کاری میتونه بکنه. خانواده گهگاهی تشویق کردم، کمکی نکردم. یعنی نمیتونستم با من کمک بکنم. من در مسیر رسیدنم به هنرش مشاوری نداشتم به جز مردم. خانواده کمکی نتونست بکنه یا نخواست بکنه، من نمیدونم، تأثیری روی من نداشت. گهگاهی فقط مادرم. اما سختی ها و یا عدم حمایت یا حمایت خانواده تأثیر روی اراده من نداشت. من پدرم نظامی بود و عموما دوست داشت که در قالب فریم فکری اون فکر بکنی، ازدواج بکنی، راه بری، بخندی. من یه مدتی من در مبارزه با افکار فرم شده ایشون بودم. گهگاهی تشویق میکرد و حتی آخرین تکستی که برای من فرستاد گفت که من از تو به عنوان یه قهرمان یاد میکنم، قهرمان خانواده یا جامعه. اما این آخرین تکستش بود، ولی مهم این بود که قبلشش حمایتی نکرد. وقتی دید که من واقعا دارم به جاهایی که باید میرسم بدون حمایت ایشون، اون وقت باور کرد و گفت تو قهرمان ما هستی. یکمی دیر یعنی این اتفاق افتاد. اگر که برنده بشم دوست دارم جایزم چی بشه؟ دوست دارم چند صد هزار یورو داشته باشم. فکر کنم بتونم باهاش کارایی بکنم، هم برای خودم هم برای دیگرانی که نیاز به کمک من دارن. برای صدا، برای هنر، همه چی. امکانات مالی بهتر برای بهتر زندگی کردن، خیلی درگیر نیازهای اولیه نباشی، نتونی کار هنری انجام بدی. این همه عکس اینجاست ولی من تو هیچ کدوم نیستم. هیچ وقت دنبالم نگشتی. جنگ برای چی دنبالم نگشتی؟
شاید بهتر باشه بشینی. نه من نمیخوام بشینم. چرا دنبالم نگشتی؟ سعی نکن دروغ بگی. قبل از این که کانکشن بین من و طلوع نو اتفاق بیفته، رویای این کانکشن و ارتباط رو در خواب دیده بودم، چون در من خیلی این قضیه که از قبل حوادث رو میبینم در خواب بسیار پیش میاد، به ویژه در این نوع موارد. و وقتی که این کانکشن به صورت دایرکت اتفاق افتاد، گفتم این همونه، قطعا همونه. خب یه تکستی رو در خصوص یا متنی رو در خصوص طلوع اینو من نویسندم هستم میمیزم نوشتم و به ذهنم رسید. در کشاکش خاموشی شب، در آستانه انتظاری بی‌بدیل، طلوعی دیگر در باورم نشسته است و شهامت، عشق، زیبایی، هنر و رسالت در طلوعی دیگر، در درامیختگی دست‌ها و نگاه‌ها و زیبایی‌های ناتمام، خورشید در بهبوهه ازدحام تنها و دگرگونی صبح دیگر بر من میتابد و جلوه دیگر شکلی من، دیگر شکلی تو، با رنجها و لذتها. گرما و سروای ناگهانی خفقان‌آور دارد به آخر میرسد و این خلق داستانی بدی فراتر از رویا در اعماق است. و اکنون نزدیکتر بیا، پس از گذراندن مایل ها بی تردید ما با همیم، در ژانری را آل ماندنیم، در هر سرزمینی دوردست یا در کادیکای با طلوع اینو. من ونداد مساح‌زاده هستم. 10 ساله که با آمریکا مهاجرت کردم، از طریق گرین کارت تالنت اومدم. هدفم کار موسیقی بوده، نه کار دیگه ای، همون کاری که تخصص داشتم توش. و اینجا تلاش کردیم، هم من و هم خانمم. و همانطور که ما در ایران آموزشگاه موسیقی داشتیم با 400 نفر هنرجو و 23 تا استاد و جزو آموزشگاه درجه 1 در ایران بودیم، همون حال و هوا رو آوردیم در لس آنجلس پیاده سازی کردیم. البته کار راه بسیار مشکلی بود، ولی کم کم مردم ما رو شناختن و به ما تراست کردن و ما آکادمی ونداد آرزو میوزیک آکادمی رو تأسیس کردیم و الان هم در حال فعالیت بسیار خوب و شبانه روزی است. چون کلاس های عرفی کار گروهیه، بنابراین اینا تمام بچه ها یاد میگیرن که تو فعالیت های تیم ورکینگ و جمعی شرکت کنن و با همدیگه برای رسیدن به یک هدف حرکت کنن. این مهمترین پوینتشه. و آشنایی با مبانی موسیقی، احساس مسئولیت در یک ارکستر، همونجور که مسئولیت داره که ساز خودش رو درست بزنه، این یعنی که احساس مسئولیت پذیری در یک جامعه کوچیک که حالا مثلا کلاس عرفشه. طبیعتا هم خب با موسیقی آشنایی پیدا میکنه و بعد این میتونه که در سازی که میخواد انتخاب کنه و روندی که بعدن خواهد داشت میتونه تأثیر بسیار مثبتی بذاره. به نظر من موسیقی کودک پایه و اساسی موسیقی برای یک فرده، برای یک کودکه، برای آیندهش. موقعی که ما بچه ها میان یه ساز انتخاب میکنن و میان
داخلش. بعد از یه مدتی میبینیم که اون بچه اصلا کششی نداره برای ادامه مسیر. و بعد که من کنجکاو میشم که این پرابلمش چیه، میفهمم که این بچه اصلا اون سازو دوست نداره و فورس پدر مادره برای اینکه این اومده این سازو یاد بگیره. من همیشه میگم که خب مادر عزیز، تو که دوست داری این بچت پیانو بزنه، تو خودت بیا پیانو یاد بگیر، برای تو دیر نشده که. چرا به بچت زور میکنی که بلند شه پاشه بیاد پیانو بزنه؟ شاید این بچه تو دوست داره گیتار بزنه، شاید دوست داره بره ویالون بزنه، شاید دوست داره بره تنبک بزنه، دف بزنه، اصلا یه کارهای دیگه بکنه. این مشکلی که ما همیشه باش روبرو بودیم، بنابراین اولی مشاوره که میدیم اینه که آیا این بچه خودش این ساز رو انتخاب کرده یا شما براش انتخاب کردی. دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. وقت آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشم دلم بر به سوی تو. سلام، من مریم هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و میتونم مشکلاتی که داشتم از سال 2007 به مهاجرت به آمریکا با دو فرزند کوچکم با شما در میون بذارم و به موفقیت هایی که اینجا دست پیدا کردیم. در سال 2007 به خاطر مشکلاتی که در کشورم ایران به وجود اومد، مجبور شدم با دو فرزند کوچکم مهاجرت کنم به کشور آمریکا. به محض اینکه مهاجرت کردم، تحت تاثیر خیلی از حرفا قرار گرفتم که تو به عنوان یه خانم نمیتونی بچه های کوچیک نمیتونی بزرگ کنی، و ولی من با اراده قوی که داشتم و فکر میکردم که حتما به ثمر خواهد رسید، این کار رو انجام دادم. زندگی خیلی برام سخت بود، بچه هم کوچیک بودن، پسرم 6 سالش بود، دخترم 11 سال، و میبایست هم پدر میبودم و هم مادر براشون. در این دوران سختی زیادی متحمل شدم و امروز که اینجا در خدمتتون نشستم خیلی خوشحالم که موفقیت هایی که امروز به دست آوردم. پسرم در آمریکا در ناسا قبول شد و موفقیت های زیادی به دست آورد و خوشحالم که خیلی برای کشور آمریکا و همچنین برای کشور ایران میتونه مثمر ثمر باشه. من میخوام اینجا به همه خانمایی که ایرانی هستن بگم ما زنای ایرانی واقعا در وجودمون یه قدرتی نهفته است و میتونیم با قدرت خودمون و با پشتکاری که داشته باشیم و کمک خداوند به همه چیزها و مراحلی که میخوایم برسیم و موفقیت‌های زیادی داشته باشیم. حتما لازم نیست که یک خانواده میلیونر باشه تا بچهش به یه جایی برسه، یا یک خانواده بگه من فقیرم نمیتونم به یه جایی برسم. اگر کسی بخواد واقعا کاری بکنه، میتونه از هر جایی که بخواد شروع کنه و
مثمر ثمر واقع بشه و به موفقیت برسه. نیما دوست داشت امروز با من در اینجا در کنار من باشه که بتونیم با هم باشیم و صحبت کنیم، ولی به خاطر شرایط کاری که داشت و یک لحظه از درسش نمیتونه غافل بشه و خیلی معذرت خواهی کرد و من تصمیم گرفتم که اینجا حضور پیدا کنم به عنوان مادر نیما و بتونم با شما و در اختیار شما باشم و جواب سوالای شما رو بدم. در مورد نیما هم میخوام بگم که نیما فقط انتخابش در ناسا نبوده، ایشون یک مقاله علمی خیلی قشنگی برای چند نفر از کالجشون برای ناسا آماده کردن و یک کار دست جمعی بود و در چند ماه آینده به دانشگاه UCLA میره برای رشته مهندسی اتمیک و ریاضی. آرمین خبیری هستم و 14 سالمه. من الان اینجا میخوام برقصم، ولی کلی من به نقاشی کردن و نویسندگی و اینا خیلی علاقه دارم. تو کلن رشته های هنری خیلی علاقه دارم و همه رشته های هنری. هدف من اینه بتونم یه نویسنده خوب بشم و بتونم کنارش برقصم و بتونم شعرها و آهنگا و چیزای خودم رو بنویسم و بتونم تو سبکی که خودم طراحیش کردم آدم موفقی بشم. ربط رقصیدن من به هدفم که نویسندگی اینه که هر دوشون جز علاقه های منم. من بچگی به رقصیدنم علاقه داشتم و هر دوشون دارن از تخیل من استفاده میکنن و باعث میشن که یه ذره من تخیلم بتونم بیشتر استفاده کنم و نوآوری کنم و سبک خودم رو بسازم. ساده‌ای داشتیم، ولی برای اینکه من تو ایران نمیتونستم به هدفم راحت برسم و خب کلی ایران یه کشوریه که نمیتونی زیاد برای پیشرفت تو صنعت‌های هنری مثل مدلینگ یا مثلا رقصیدن اینا نمیشه توشون پیشرفت کرد، برای همین مجبور شدیم با خانوادم من به خاطر من این کارو کردن که اون زندگی راحت رو ول کردن و اومدیم اینجا برای اینکه من بتونم به هدفم برسم. من خیلی خوشحالم که برای من یه فرصتی به وجود آوردید که من بتونم یه قدم برای رسیدن به هدفم بردارم و واقعا خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده و خیلی خوشحال میشم که بتونم قبول شم و اینا. من این کار رو زیاد داره جایزه یعنی مثلا هدف من نیست، هدف من اینه که بیشتر همین که بهش برسم برای من مثل یه جایزه است، ولی ترجیحاً دوست دارم یه قدمی برام بشه که بتونم کتابی که نوشتم رو چاپ کنم یا مثلا بتونم یه قدم برای چاپ کردنش جلوتر برم. کتاب من در مورد یه کتاب تقریبا تخیلیه، در مورد اینه که ماه چه شکلی به وجود اومد. پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا یه نا پیدا شدم، پیدا یه نا پیدا شدم، شیدا 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 شدم، شیدا 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 شدم.
پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا نام، پیدا شدم، شیدا 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 شدم، شیدا 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 شدم، شیدا شدم، شیدا 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 شدم، شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا شدم، شیدا 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 شدم، پیدا 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 شدم. من به این که مثلا روح ما قبلا توی دنیای دیگه زندگی میکرد باور دارم، یعنی من تقریبا به همه چی باور دارم، چون هیچ دلیل منطقی نیستش که همچین چیزی وجود نداره. تا یه دلیل کاملا مشخصی بهم داده نشه نمیخوام که مثلا خیلی بهش ایمان ببرم که واقعا این وجود داره، ولی اطمینان رو دارم که یه درصد امکانش هست که واقعا همچین اتفاقی بیافته. Hey.
سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز در سراسر دنیا که برنامه طلوعی نو رو نگاه میکنید. برنامه بسیار خوبیه و امیدوارم که بازدهی خیلی مثبتی برای همه عزیزانمون در سراسر دنیا، کودکان، نوجوانان، جوانان و کسانی که استعدادی دارن و نبوغی دارن و در کاری علاقمند هستند و در اون کار تلاش کردن بتونن در این برنامه معرفی بشن. آرمینو جان، نقاشیات رو دیدم، خیلی لذت بردم. به نظر من تو دختر خیلی باهوشی هستی، تو هم آیکیوی بالایی داری هم ایکیوی بالایی داری و از هوش هیجانی خیلی بالایی برخوردار هستی. در هوش هیجانی که داری درش باید شناخت باشه. تو خیلی قشنگ مثل یه ذره بین داری دنیای اطرافت رو نگاه میکنی، هر چیزی رو تجزیه تحلیل میکنی و تحلیل‌های ذهنی خودت رو روی صفحه با خطوط نقاشی میکنی و این نشان دهنده اون دید و اون ویژن خیلی خیلی دقیقته. جالبتر از اون این هست که تو با احساسهای درونی خودت چقدر آشنا هستی. تو چقدر قشنگ خشم رو میبینی، چقدر قشنگ عشق رو میبینی، چقدر قشنگ خنده و شادی رو میبینی و از یک طرف دیدی که نسبت به طبیعت و یونیورس داری و اون چیزهایی رو که در لابلای موجوداتی که در اطرافت هستن یا محیط زندگیت میبینی یا در آسمونها میبینی یا در لحظه لحظه زندگی تجربه میکنی خیلی جالبه و اونها رو خیلی قشنگ طراحی میکنی. اما به توصیه من، شما احتیاج داری به این که شناخته بشه احساساتت. این احساسهایی که در تو من میبینم خیلی تند و تیزه، خیلی شارپه و این احساس ها اگر دایرکت نشه، اگر تشخیص داده نشه و اگر در یک راه منظمی به تصویر در نیاد، ممکنه در درون تو به خاطر جوانیت و به خاطر سن کمت تمام اینها یک نوع کانفیوژن و یا گیجی در تو به وجود بیاره که بعد باعث بشه اثرات روانی و روحی که در تو به وجود میاد آسیب زننده باشه برات. بنابراین من توصیه میکنم بهت که 100% با یه مشاور و یک روانشناس خوب در ارتباط باش و بگذار که این احساسها در جای خودش و مسیر خودش شکل پیدا بکنه و راه درست و نظمی رو ببری جلو که بتونی درش واقعا به رشد برسی و به تکامل برسی. من فکر میکنم میتونی به جایگاه های بالایی برسی. شدی ونگوگ با ایرانی ها، کارات یه مقداری تو شمه از اثرات کارهای ونگوگ رو داشت و خیلی جالب بود و شاید بعدها شناخته بشه، ولی هر چیزی که هست به نظر من Keep up the good job. کارتو درست داری انجام میدی، فقط از نظر من باید 100% زیر نظر یک مشاور، یک کوچ و یک فردی باشی که بتونه تو رو بهتر به خودت نشون بده و روحیاتت رو بشناسه. شیبا هستم، 25 سالمه، احتمالاً اهوازیم، ولی خب چند سال آخر رو تهران زندگی میکردم و الان هم یه مدتیه که اومدم استانبول، قصد مهاجرت دارم به اروپا. مهندسی مکانیک خوندم، تئاتر کار کردم، فیلم کوتاه ساختم. فیلم کوتاه هم یکیشون توی جشنواره تابش بوده، جایزش هم برگزیده مردمی جایزه برده. یکیشون هم که متاسفانه خورد به کرونا و داستان شد. تئاتری هم که کار کردم، تئاتر میدانی کار کردم، تئاتر صحنه‌ای کار کردم و اخیراً توی ماه‌های آخری که ایران بودم قرار بود توی یه سریال باشم، ولی بنا به دلایلی کنسل شد. فرش قرمز هالیوود قاعدتاً تنها هدف من میتونه باشه. خب قاعدتاً بازیگری کار کردن و دنیای هنر توی کل دنیا سختی‌های خودشو داره و همه ما میدونیم که مافیا بازی کم نداره. توی ایران هم همین مقوله است و اینکه اولین سختی که خب من داشتم توی این زمینه کار کنم این بود که من از یک خانواده سنتی توی جنوب اومدم و خب قوانین اونجا اینجوریه که مخالفن با بازیگری و خب بیشتر تلاش خانواده به اینه که تو در راستای درس و تحصیلاتت بری جلو. و با همه اون سختی ها من
این راه پیش گرفتم، کم کم کار کردم، کلاس رفتم پیش اساتید مختلف، پیش استاد کمال تبریزی، استاد سامان سالور، و کم کم این داستان، این مهارت رو توی خودم افزایش دادم. مهمترین سختی که برای همه بزرگوارانی که از قبل حتی رفتن و به یه جایی رسیدن، مثل خانم گلشیفته فرانی، زره امیر ابراهیمی، این بود که خودتون رو، یعنی خودشون رو باید بشناسونن به آدم‌ها، و تا زمانی که شناخته نشن قطعا نمیتونن یه کار درست ببندن، توی کشورهای دیگه کار کنن. مخصوصا من که خب هدفم کشور دیگه است، حالا شاید اگر تمام هدفم توی ایران بود بعد 10 سال میتونستم به یه جایگاهی برسم، ولی الان که هدف من تغییر کرده و خب میخوام توی سطح بین المللی خودم رو بشناسونم، قطعا یه بازه خیلی زمانبره و صبوری بسیار میخواد، فداکاری بسیار میخواد، و باید هر بهایی که میتونم رو بپردازم. بالاخره قدم بزرگ بهای بزرگ میخواد. خب برای من هم جامعه قبول نمیکرد، هم خانواده، هم شهری که من داشتم توش زندگی میکردم، شهری بوده که به قولن اکثر جاهای کشور به عنوان اینکه یک شهر پر از نخبه هستش میشناسنش. و خب پدر من فرهنگی بوده و تمام فوکوسش به این بوده که یک نخبه رو با توجه به ضریب هوشی که داره تحویل جامعه بده. من هم خیلی درس می‌خوندم، خیلی تلاش می‌کردم، ولی خب علاقه من همیشه بازیگری بوده و نمیتونستم در راستای اهداف خانواده و اهداف جامعه پیش برم، چون خب طبیعتاً خودم رو بیشتر از هر آدمی دوست دارم. این مسئله مخصوص خوزستان نیست، خیلی ها توی کل ایران مخالفن با بازیگری برای مخصوصاً دختراشون. اول اینکه میگن هنر آینده نداره، یعنی ما یک آموزش غلط داریم توی جامعهمون که شغل دولتی رو یک مسئله آینده دار میدونن. من خیلی ممنونم از کارگردان و تهیه کننده این برنامه، چون خب واقعا به ندرت کم پیش میاد که یه جوون یه فضای کاملا سالم و درست رو پیدا کنه که بتونه استعدادش رو نشون بده و هزینه ای هم حتی در قبالش پرداخت نکنه. یعنی تو رایگان بری یه جا هنرت رو نشون بدی و هزینه ای هم ندی و بیای بیرون و آدم ها تو رو ببینن، تو رو بشناسن. خب این یه داستان فوق‌العاده است، یعنی شاید در واقع آرزوی هر جوونی میتونه باشه توی ایران. حتی الان خب ما دسترسی نداریم به بچه های ایران آنچنان. جایزه من دوست دارم که معرفی شدن به کارگردانای دیگه و کارهای حرفه‌ای تر بستن، همین برای من کفایت میکنه. یه روز بارونی پاییزی بود، طبق معمول همیشه تنهایی رفته بودم بیرون قدم بزنم، بعدش رفتم نشستم کافه قهوه بخورم. همینجور که سرم تو دوشی بود یه لحظه سرم آوردم بالا، دیدم داره پشت اون عینک آبیش به من نگاه میکنه. خب با اینکه من سعی سرم آوردم بالا و سعی کرد نگاهش رو بدوزده، ولی خب میدونیم ما زن زرنگیم، سریع میفهمیم همه چی. دوباره سرم بردم توی گوشیم، داشتم با گوشیم برمیرفتم، یهو دیدم گارسون جلو با ایستاده یک کاغذ گذاشته رو میز و به اون اشاره کرده. بهش نگاه کردم بدون هیچ حسی، بدون هیچ حرفی، دوباره سرم کردم تو گوشی.
گذشت. داشتم وسایلمو جمع میکردم که برم خونه، یهو اومد روی میز نشست، بهم گفت واقعا ارزش امتحان کردن نداره. بهش لبخند زدم تا به خودم اومدم، دیدم تو ماشینش نشستم، توی سکوت داریم به همدیگه نگاه میکنیم، به آهنگ گوش میدیم، دوباره به هم نگاه میکنیم. یکم زمان گذشت، ماشین رو پارک کرد، از ماشین پیاده شد، بهم گفت چند دقیقه اینجا منتظر بمونی برمیگردم. نگاش کردم، دوباره هیچی نگفتم، رفت. اینقدر بارون شدید بود که حتی نتونستم متوجه شم تو کدوم مغازه رفت. داشتم با خودم فکر میکردم واقعا این آدم ارزش این امتحانو داره، ارزش اینو داره که من خب گارد خودم رو بشکنم. میدونی من خب تراستیشو دارم دیگه، میدونی. یهو همینجوری که غرق بودم توی فکر خودم، داشتم به خیابون بارونی نگاه میکردم، داشتم فکر میکردم که خودشه، میشه، نمیشه، یهو یکی زد به شیشه، تق 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 تق. ترسیدم، نگاش کردم، قفل مرکزی رو زدم، دوباره نگاش کردم، در ماشین رو وا کرد. یهو یه دستگل خیلی بزرگ به چشم، میدونی خب خیلی خوشحال شدم حقیقتا، خیلی سورپرایز قشنگی بود که حالا اصلا کسی بهم هدیه نداده بود، اونم به این بزرگی. گذشت، با هم اوکی شدیم، میرفتیم سفر، میرفتیم این ور، میرفتیم اون ور، ما خورشید بعدش. یه شب که تو بغلش بودم، داشتم با ناخونام ریتم یه موزیکو میگرفتم روی سینه‌اش، بعد نگاش کردم، چشاش تو همون تاریکی داشت برق میزد. بهش گفتم ببین تو منو اذیت نکنی، یا تو اذیتم کنی من تو رو میکشمت. یه با منو بوسید، بهم گفت که نه اذیتت نمی کنم. نگاش کردم، گفتم ببین من عاشقت شدم، حواست باشه. بعد دوباره نگام کرد، بهم گفت که خب حالا یه عشق دو طرف رو داره. همینجوری گذشت، دوباره گذشت، روزا می اومدن، شبا می رفتن، آدم ها می اومدن، از این کشور به اون کشور، از این سفر به اون سفر، از این تفریح به اون تفریح. چه روزایی بود. بعدش یه روزی اومد، یه روزی رسید، من از همون اومده بودم بیرون و جلوی آینه وایساده بودم و داشتم خودم رو نگاه میکردم، چون خب من عادت دارم وقتی خودم رو میبینم خودم رو تحدیث میکنم. خودم رو نگاه میکردم و یهو دیدم که اندام بزرگ شده و گفتم خب شاید به خاطر اینه که خب پریودم عقب افتاده، برنامه قبل از پریودیه. بعدش به خودم گفتم پریودی عقب افتاده، سریع رفتم داروخونه و به خودم که اومدم دیدم که 4 تا خط روی 2 تا بیچه که این یعنی خودشه، یعنی هیچ راه برگشتی نیست، یعنی حتی تو نمیتونی فکر کنی که یه جایی از این دنیا یه چیزی اشتباه شده باشه. هم ترسیده بودم، هم خب خوشحال بودم، هم استرس داشتم چی بشه درش چی بشه. بعد تصمیم گرفتم که برم بیرون بهش زنگ بزنم، بهش بگم که عزیزم من شب نیستم با دوستان میمونم. و بعد
بیام خونه یه سورپرایز گنده آماده کنم براش. سمره عشقم بود. اومدم خونه، دو جفت کفش دیدم. یه جفتش اصلا هیچ شباهتی به کفشایی که من میگرفتم همیشه نداشت. رفتم تو خونه آروم و یواش، از تو اتاق صدای ناله میومد. فقط یه کار کردم، روی مبل نشستم، منتظر نشستم، منتظر نشستم. گفتم من میکشم، به هم خندید، کشتمش با من هیسینگن زندگی میکنم، با من 56 بور میکنم. آره من میتونم دنس کنم، من دوست دارمم که یمناستیک کنم، من میتونم اونم، منم اکتر میتونم، من توی مدل کار کردم. آره همینو کار کردم، ولی من دارم چیز توی نوگرا اپا دارم از خودم فیلم میگیرم، دارم پست میکنم که حالا از کوچولو شروع کنم که بزرگ شروع کنم. من کلاس الان من 9 هستم اگر نه، پس الان که سامر که الان تموم بشه، من میخوام مدرسه سوم شروع کنم. من میتونم انگلیسکا حرف بزنم، من میتونم سوئنسکا، من میتونم فارسی، با یکم عربیسکا، با یکم ترکیسکا، با یکم چینیه، سوکشی رو یادم رفت. آرزو که دارم همه آدم ها از کل دنیا، فقط باره من کل دنیا که خوب باشه، ناراحت نشن، که همیشه خوشحال باشن، که همیشه زندگیشون خوب باشه. من میخوام که کنم که ترده خوب باشن، زمین خوب باشه، هیچ کرونا با اینا نیان دوباره. میخوام که دنیا دوباره خوب، همیشه خوب باشه، ترده وکس کنن، بلومور وکس کنن، هیچی بد نشه. من جایزم که میخوام من یه دونه اکتر بشم توی یه دونه فیلم، اون بهترین چیز توی دنیا هست که من درام میکنم. با اون اندر چیزم هست که من دوست دارم که یه دونه تروفی خیلی بزرگ بگیرم برای تالنت من. منم اول که من یکم کوچیکتر میشدم خیلی میگفتم با مامانم که من میخوام پاپولار بشم. مامانم گفت که همیشه تو که بعد اول کوچولو شروع کنی، بعدش بزرگ شروع کنی، بعد اون چیزی که میخوای کنی بعد اول سخت کار کنی براش که بیاد پیش تو. You know, 넌 내게 달려있단 것만 알아둬.
من مسعود سعیدی هستم، متولد ایران ولی اصالتاً افغان هستم و میخوام امروز براتون یه اجرایی که خودم موزیکش رو ساختم و خیلی وقت این موزیک رو ساختم و هنوز هیچ جا پخش نکردم، پروژه فینالش هم دارم، آوردم برای شما، برای برنامه‌تون که طولوی نوعه، گفتم یه آهنگ نو هم براتون اجرا کنم. من خیلی کارا انجام دادم جدای خوانندگی که حالا می نویسم و خودم می سازم و آهنگ سازی می کنم. ورزش حرفه‌ای هم انجام می دم، چند بار تهران مسابقه دادم، مدال آوردم و کار استایل و زیبایی هم علاشه 20 سالی می شه 18 ساله تو ایران فعال بودم، کار کردم، یه سریال هم بازی کردم و چند تا ترک هم سال 95 اینا 95-96 یه آلبوم موزیک افغان دادم بیرون که سه تا ترکم هیت شد، یه ترکم توی بی بی سی پلی شد، یه ترکم توی یوتیوب میلیونی ویو گرفت و اونا راضی کننده برام نبود. دوست دارم خیلی هیت تر از اینا بشم و توی موزیک جهانی کار کنم. یه حس عجیبی دارم انگاری قلبمو زدی بردین آورد تو خندمو روزم قشنگ میخوام برگردم به قبلم و تو منو شکوندی رفتی و منو سوزندی ندیدی حالم و آره نامردی کندی چالم و عشق هسته دلم شکسته نگام کن شیری سکونه دارم میشم دیوونه صدام کن بیبی من که دوست داشتم خیلی نه نمیشه بدون تو زندگی رسیدم رو برم هر چی که من دیدم یا بی تو کشیدم دیگه بسته مست من خسته مست تو خواستی پس رای تا جدا دونی مرد تن با دونی ای خواستی تس یک واسطه است چون تو صدرت شدی با دلم بد شدی پس برو با دیگه بر نگر بی معرفت مگه چی خواستم من ازم که رفتی و یادگاری یک ساعت مونده فقط میدادی گیر فقط کجایی نیست الان از سری ازم من موندم و تو رفتی بی معرفت. دنیای موزیک خیلی یعنی یه جورایی داره هر روز روز به روز داره سخت‌تر میشه و من سعی میکنم که هر روز و هر روز قوی تر بشم، انقدری قوی که هیچ کس نتونه نادیدم بگیر، چون هرچی مسیر سخت‌تر بشه برام من جنگنده تر میرم جلو که دیده بشم. پیش خودم همیشه میگم انقدر خوب میشم که نتونن نادیدم بگیرم، شده هر چند سالی که باشه تلاش میکنم تا اون چیزی که توی ذهن خودم حسش میکنم به اون برسم. حقیقتش من خیلی پیشنهاد توی ایران داشتم که تو مارکت ایران کار کنم، با تمام بچه‌های حرفه ایران اکثرا باشون کار کردم، خیلی این پیشنهاد رو بهم دادن. من دوست داشتم توی مارکت خودم کار کنم، بعد تبلیغات برنامه شما رو که دیدم یه حسی بهم گفت این برنامه شاید همون چیزیه که دنبالشم، شاید اکیپ و بچه‌های شما همون چیزیه که من دنبالش می‌گردم، همون چیزیه که به قول خودتون که اسمشو گذاشتید طلوع نو، یه طلوع نو باشه و منم به همین دلیل یه موزیک نو براتون آوردم. گفتم شاید همه اینا قالب هم قرار بگیره که سینک بشه، شاید یه دیده شدن خیلی خوب تو راه باشه. نبود انتظار از تو برنجانی ما را نادیده گرفتی تو آن وعده را چرا شکستی دلی که دادم و
تو ایرم Jenna Day. سلام، من جینا دی هستم. من بازیگر، گوینده و ترانه سرام. از کنتاکی برای بازیگری به لس آنجلس اومده بودم و برای همین به ترتیب خاص خودم رو براتون معرفی میکنم. ترانه ای رو که امروز براتون اجرا میکنم قراره در فیلم جدیدی که بازی میکنم بخونم. ایرونی ها آدم های خیلی شادی هستن. همکار بودم با هاشون برای ساخت میوزیک ویدیو و دل باخته اون میوزیک ویدیو شدم. I love the culture and فرهنگ ایرانی رو دوست دارم. عاشق رقص ایرانی هستم، مخصوصا رقصای محلی. جزء یکی از کارهایی که دوست دارم بتونم در آینده نزدیک یاد بگیرم. Something that like I would love to explore one day. I would say that any به نظر من خلق کردن هر چیزی موظف پشت کار خیلی زیاده. خلق کننده همیشه چیزی که توی ذهنش هست رو پرابال میده و در نهایت به تصویر میکشه. این خیلی فرق داره با زمانی که شما برای شرکتی کار میکنی و تمام دستورات شرکت رو باید مو به مو انجام بدی و پیش ببری. برای خلق کردن اول باید پیش قدم باشی. پس وقتی وارد کشور جدیدی میشی در واقع قدم های اولیت رو با شجاعت فراوون برداشتی و تنها با پشت کار بالا و صبر خیلی زیاد میتونی هنری رو که داری رو به تصویر بکشی. در واقع با شور و هیجانی که داری میتونی این حس به بقیه هم منتقل بکنی و آدم هم حس شما رو لمس میکنن، به وجد میان. Beautiful dreamer, wake unto me, starlight and dewdrops are waiting for thee. Sound of a rude world heard in the day, lulled by the moonlight, have all passed away. Beautiful dreamer, queen of my song, list while I woo thee with soft melody. Gone are the cares of life's busy throng.
Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, out on the sea. Mermaids are chanting the wild Loreley. Over the starlight, vapors are born, waiting to fade in the bright coming morn. Beautiful dreamer, beam on my heart. List while I woo thee with soft melody. Then will the clouds of sorrow depart. Beautiful dreamer, awake unto me. Beautiful dreamer, awake unto me. سلام، بهروز کیانی هستم، بچه مازندران، متولد 1376 از شهرستان بابل. 13 ساله که رپ میخونم و شاعر، نویسنده، خواننده، ترانه‌سرا هستم. تا امروز به فعالیت خودم تو زمینه هنر ادامه دادم و امروز هم در خدمت شما هستم. خب هر هنرمندی دوست داره توی اون زمینه هنری که فعالیت میکنه به بالاترین درجاتش برسه. منم خب همینطور طبیعتاً. منم دوست دارم تو کشورهای بزرگی مثل آمریکا و کانادا و انگلیس و آلمان بتونم کنسرت بذارم و امیدوارم که این آرزوم به زودی برآورده بشه و اتفاق بیفته. خب همونطور که خودتون میدونید، رپ توی کشور ایران یا کشور خودمون یه مقدار سختگیریای هست و زیاد وضعیتش جالب نیست آرتیستایی که داریم. منم خب طبق همون روال همیشگی و گذشته که همه ما طی کردیم، یه سری سختی‌هایی رو پشت سر گذاشتیم، اما دستگیری، بعد نداشتن پول برای کار بستن، نداشتن پول برای کار پخش کردن، نبودن اسپانسر یا هر چیز دیگه‌ای که همه شوه میدونید و همین مشکلاتی که هست دیگه. مهاجرت خب یه سری سختی های خیلی به خصوصی داره. مثلا الانی که ما تو ترکیه زندگی میکنیم، مثلا اقامت، کیملیک، این چیزا خیلی سخت میدن به ما ایرانی ها. نمیدونم دلیلش چیه، حالا چه قانون تصویب شده جدیدن. مشکلات مالی هست، مشکلات جا و مکان هست، مشکلات کار سخت هست، تایمش خیلی بالاست، خیلی فجیعه و امیدوارم که برای کسی دیگه اتفاق نیفته همچین چیزایی که ما داریم تجربه میکنیم تو ترکیه. واقعا ترجیح میدم که یک اسپانسر خیلی قوی از یک کشور خیلی قوی بتونم گیر بیارم تا بتونم کارهای خودم با کوالیتی بالاتری با تیمم بدم بیرون و امیدوارم این اتفاق برای همه آرتیستای خوبمون بیفته تا بتونن که به بهترین شکل به اون درجه که میخوام برسن و بتونن کنسرتاشون رو بذارن حتی تو کشور خودش. من شاهدم من شاهدم، شاهد قتل کشیده ای که خورد تو صورتم، شاهد تاول دستای پرپرز و چین روی شونتم، من شاهد ترس و استرس و خیز کردن کودکان کار، شاهد تصویر ساندویچ گاز خورده رو اشک گونتم، من شاهد شرمم، شاهد شیشه خورده های شهرم، شاهد فروختن حجاب دخترامون تو کف خیابونای دربند. این سوز از استخون میاد، شاکیم از این حرومی ها، شاکیم از همه اونایی که مثل من از پشت کو میان. من رد خون رو دیدم، کمون ابرو رو دیدم، این خود کت خدا بود که پیش لیلی زیراب مجنون رو میزد. من راه دور رو دیدم، زور باتوم رو دیدم، من شاهد انگشتیم که ماشه رو کشید و دانشجو رو میزد. قلب ها پر شد از گله، وقت شک که باز شه این گره، زامن آهو زامنم شو، شاهد میخواستم، شاهدم مرد. من شاهدم.
بهترین چیزی که وجود داره اینه که این برنامه داره تلاش میکنه تا استعدادهایی که دیده نشدن رو نشون بده و این خیلی قشنگه و این یک از هدفهای خودمه که اگر یک روزی به یک جای رسیدم بتونم کمک کنم به استعدادها. و فقط میتونم بگم دمتون گرم، ادامه بدید و استعدادها رو حمایت کنید. مرسی، دمتون گرم. سازم بدون در و پنجره ای، میکشم یه طبیعت بکر با مدادم، دنیایی بدون هیچ قانون و تبصره ای. آزادی همینجاست و ما من و توییم، تغییر رو باید اول از ما شروع کنیم. یادم مهربون و خوشقلب، میدونم پشت تموم این چهره های تدافعی دیگه هیچ کسی مشکوک به جرم نیست، هیچ کسی نمیترسه از دستبند پلیس. هر کسی آزاده با هر دینی به چرخه، هیچ فرقی هم دیگه نداره شیعه با سنی. انسانیت زنده است و پیله کرده تو، هیچ کسی شرافت و نمیفروشه زیر خط پول. شاید امروز یک کم تنگ باشه دستت، ولی میاد روزی که دیگه باشه همه چیز جور. موسیقی جریان ریز تو مدارت، میشکونه تو رو به کل تا بسازه ترانه. با تمام وجودت حسش میکنی گذشته ای رو که امروز میبینی رو به زواله. با امید به سمت فرداها میری، با افتخار از فتح قله ها میگی. مهم نیست چند تا در به رود بست است، باید این فضا پر بشه از غرش های شیر. عزیزان، به پایان قسمت اول برنامه طلوعی نو رسیدیم. خیلی خیلی ممنونم از همتون که به ما انرژی برای ادامه مسیر دادین. تا فردای دیگر، برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.